یه خواهر ما زنگ زدن درباره حقوق زوجه پرسیدن، حقوق همسر. حالا من برای شما روایاتی میخوانم در باب حقوق همسر. ملاحظه بفرمایید عزیزانم، حقوق خانم. ایشان گفتن که یک حدیثیه که با 5 کس ازدواج نکنید، ازدواج مکروه با خانمی که متلقه باشد و اولاد داشته باشد. من همچین روایتی ندیدم، یعنی مکروه باشد. مستحبه که آدم با خانم بکر ازدواج بکنه. سندیده اینه که آدم با خانم بکر ازدواج بکنه، اما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اغلب خانم هایشان متلقه بودن و خیلی از اونها اولاد داشتن. ام سلمه رضی الله عنها خیلی از اون اولاد داشتن از شوهرای قبلی. امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام با بله مادر محمد ابن ابی بکر ازدواج کرد و محمد ابن ابی بکر از شوهر قبلیش بود و این چنین زیاد بود که امیر المؤمنین علیه السلام زن گرفته مثلا و اون خانم بکر نبوده یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. لذا این که این امر مکروه باشد، این را من جایی ندیدم. ایشان میگفت که حدیث داریم ما که با زنی که متلقه باشد و از شوهر قبلی اولاد داشته باشد، این مکروه. من همچین چیز اطلاع ندارم. خلاصه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که ازدواج کردن، خیلی از زنهایشان چی بودن؟ متلقه بودن و از شوهر قبلی اولاد هم داشتن. خیلی خوب، همچنین امیر المؤمنین علیه السلام. و آدم اگر بگردد شاید در بقیه ائمه علیه السلام این را پیدا بکنند. این کتاب شریف من لا یحضره الفقیه، نوشته مرحوم صدوق رضی الله عنه رحمت الله علیه، مجلد ثانی چاپ مؤسسه العالمی للمطبوعات بیروت. در اینجا باب الحقوق، این روایت ثابت ابن دینار روایت میکند از سید العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام که اینجا ایشان حقوق مختلفه را بر انسان بیان کرده. در جمله حقوق ایشان بیان کرده اینجا صفحه 394 حق زوجه هست، حق خانم بر شوهر و حق الزوجه. خانم بر شما حق دارد، این چنین فکر نکنی که خانم بر شما حق ندارد. حق خانم بر شما چیست؟ فان تعلم ان الله عز وجل جعلها لك سكنا وانسا. اینه که تو باید بشناسی و بدانی که خانم برای شما نعمت الهیه، رحمت الهیه. خداوند متعال ایشان را برای شما باعث آرامش خاطر قرار داده، همسرتان را. شما خسته، شما پریشان از تمام پریشانی های دنیا میایید و ایش نزد ایشان میایید و ایشان خستگی شما را رفع میکنند و ایشان از برای شما آرامش خاطر میآورد و از برای شما خانه آسوده مهیا میکند و همچنین برای شما اون وقتی که هیچ رفیق آدم را ول میکند، دوست آدم را ول میکند و آدم را فراموش میکنند، اما خانم آدم در کنار آدم هست، در سختی ها، در شدائد، در فقر، در پولداری در کنار آدم هست. این چنین انیسی که از اول ازدواج تا آخر عمر در کنار آدم هست. پس اینه که قدر ایشان را بدان، خدا را شاکر باش که خداوند متعال نکاح را یک نعمت قرار داده و همسر را برای شما چه قرار داده؟ باعث آرامش زندگی شما و همچنین باعث این که برای شما با ایشان معنوس باشید، ایشان رفیق شما باشد، ایشان هم سخن و هم صحبت و هم نشین شما باشد، هم شریک حیات شما باشد. فتعلم، پس بدان، ان ذالک نعمت من الله عز وجل علیک. پس بدان که این همسر یک نعمت الهی، و اون نعمت الهی را کفر نگو، ناشکری نکن و اون را شاکر باش. قدر آن را بدان و آن را شاکر باش. فتکرمها و ترفق بها. پس وقتی که دانستی همسر همچین نعمتی از جانب الهیه که باعث آرامش، باعث و انیس شما، هم نشینی شما، هم زندگی شما، یک نعمتی از جانب خدا هست، ولی حق بعدی اینه که فتکرمها، اینه که ایشان را اکرام بکن، ایشان را گرامی بدار، با نیکی، با خوبی، با احسان با ایشان برخورد کن، گرامی بدار ایشان، عزیز بدار ایشان، برایشان آبرو شخصیت قائل بشو. ایشان را چه کن؟ گرامی بدار، ایشان را خار، ذلیل، حقیر نکن. خب اول اینه که ایشان را گرامی بدار و بعد فرمود و ترفق بها، و این که با ایشان نرم باش، با ایشان نرمی به خرج بده، با ایشان بسیار با خوشخلقی، با نرمی، و اگر مثلا یک خطایی کرد، غضبی کرد، حرفی بی جایی زد،
یک حرکتی که خوشت نمیاد از او صادر شد، شما در مقابل عفو غضبت را فرو بنشان، عفو بکن و شما حسن اخلاق داشته باش. همچنین که ایشان هم در برابر شما، وقتی که شما بد اخلاقی میکنی، وقتی که شما خشمگین میشی، وقتی که هزار فعل شما صادر میشود که شایسته یک انسان مسلمان نیست و ایشان با آن میسازد، شما هم با ایشان بسازید. و این کان حقک علیها اوجب، اگرچه اینه که حق شوهر بر خانم بیشتره، حق شوهر بر خانم بیشتره و حق خانم بر شوهر کمتره، اما با این گرچه حق تو بر او بیشتره، اما با این معنایش نیست که تو او را گرامی نداری و او را نعمت خدا ندانی و با او با رفق برخورد نکنی، با نرمی برخورد نکنی. فان لها عليك ان ترحمها لانها اسير، لانها اسير. از حق خانمت اینه، حق خانمت اینه که با او مهربان باش، ترحمها لانها اسير، به خاطر اینکه تو او اسیر توست، او در خانه توست، او در اختیار توست، او بله خرج خانه را تو میدهی، مثلا تصامیم مهم را تو میگیری، چه غذا شام چی بخوریم تو تصمیم میگیری، همه این امور، چه ساعت بخوابیم تو تصمیم میگیری، مثلا ایشان بیرون برود نرود، خانه پدرش برود نرود، همه اینا را تو تصمیم میگیری، اسیر توست. پس با ایشان بسیار مهربان باش، مهربان باش. و تطعمها و تکسوها، و تکسوها، حق ایشان اینه که خرج ایشان را باید بدی، خرج ایشان را از طعام، از مثلا از لباس و تمام بقیه مخارج زندگی که ایشان لایق حال ایشان، لایق شأن ایشان هست، باید ایشان بدی، ایشان باید بدی، حق ایشان. شما مردی، شما شوهری، باید بری کار بکنی، زحمت بکشی و هیچ هم منتی نداری، باید حق ایشان را بدی. و اذا جهلت عفوت عنها، و حق ایشان دیگر اینه که خدا قرار داده اینه که یک وقتی خطای از ایشان صادر میشه، یک نادانی از ایشان میبینی، یک برخورد مثلا ناشایست، یک وقتی شما زنگ زدی در تلفن به شما مثلا حرف گفت که خوشت نیامد، حرف باطلی گفت، یک وقتی شما چیزی گفتی اون در مقابل شما پرخاش کرد، در یاد کشید، کار درست نیست، اما خدا بر شما چی واجب گردانید که شما عفو بکنید، شما گذشت بکنید، شما عفو ببخشید، همونطوری که تو توقع داری خدا از خطاهای تو بگذرد، پروردگار عالم بگذرد، همونطوری که تو توقع داری همین خانم از خطاهای تو بگذرد، تو هم از خطای او، از نادانی او، یک وقتی دیگ فخته مثلا در دیگ نمک زیاد انداخته درسته؟ شور یک وقتی هم مثلا دیگ فخته، دیگ چی سوزانده، سوخته، برنج سوخته، همش دود بومیده، سوختگی بومیده، خب اون آورده اونجا به سر میز، سر دسترخان، شما دیگر فریاد نکش، ببخش، بو اشکال نداره، انشالله آینده مراعات بکنی. خب شریف محاسن برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، از کتابهای بسیار مقدس و نورانی ما شیعیان، و این کتاب قبل از کتاب کافی کلینی رحمه الله نوشته شده. در اینجا عزیزان من، چاپ دارالکتب الاسلامی اینجا در صفحه 6 این روایات را ببینید، فرمودن که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ثلاث خصال من کن فیه یستکملو خالص خصال الایمان، سه خصلت اگر در کسی باشد خصلت های ایمان او کامل شده، او انسان خصلت های یک انسان مؤمن را پیدا کرده، ایمان او کامل می شود با این سه خصلت. اون چیه؟ الذي اذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، یک کسی وقتی که راضی شد زندگی او راحت شد، زندگی او بسیار خوب خوبی پیش میرد، در این وقت به خاطر راحتی زندگی او در حرام داخل نمی شود، مالش زیاد شد، زندگیش گشایش پیدا کرد، این چنین نیست که برود دیگر شیشه های شراب مثلا دنبال ناموس مردم، کارهای حرام بیفتد، سفر جاهایی که مردم میرن گناه میکنن اونجا برود، نه، کسی که وقتی زندگیش خوشحال شد، زندگیش خوب شد، زندگیش گشایش پیدا کرد، در حرام رغبتی پیدا نمی کند، همچنین کسی، این خصلت اول. خصلت دوم دوستان عزیز، و اذا غضب
لم يخرجه غضبه من الحق. خصلت دوم، خصلت دوم، ما این در بین خانه بسیار مهمه. وقتی که انسان غضب کرد، غضب او او را از حق، از حق بیرون نمی کند. غضب که می کند، غضب، غضبش سبب نمی شود که با خاطر غضب خودش حرف باطل بزند، کار باطل بکند، کمربند را بکشد، من شما را کتک می زنم. درسته؟ این چنینه. و اذا قدر لم يتعاطى ما ليس، و هنگامی که توان پیدا کرد، بله اون مالی که از خودش نیست بر اون تجاوز نمی کنه. شما توان پیدا کردی در یک مالی که مال شما نیست تجاوز بکنید، این قدرت را داری. صاحب مال مثلا نیست، رفته جایی، رفته پولش اینجا مانده، شما اون مالش را نوش جان بکن. این را، این بله، این خصلت اگر در کسی بود که وقتی می تواند به مال مردم تجاوز بکند، به مال مردم دسترسی بکند و این کار را انجام نمی دهد، این خصلت ایمانش کامل می شود. درسته؟ حدیث بعدی، امام صادق علیه السلام از آباء طاهرینشان از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم روایت می فرماید: من لم یکن فیه ثلاث لم یقم له عمل. بله، کسی که سه خصلت نداشته باشد، کسی که سه خصلت نداشته باشد، هیچ عملی او درست نیست. هیچ عمل از او، اصلا عمل خوبی دیگه توقع نداشته باشید که از او عمل خوبی صادر بشود. هیچ، آدم بیکار است. ورع یحجزه عن معاصی الله. یک انسان باید اینقدر تقوا داشته باشد، ترس خدا داشته باشد، ترس روز جزا داشته باشد که حرام مرتکب نشود. حرام مرتکب نشود. شما بیا، بله، برو مغازه، از اونجا شراب بخر. شما برو نستجیر بالله، فاحشه خانه یا فیلم های بد نگاه بکن. اگر مثلا یک بار دو بار این کار سر زد، خود نستجیر بالله نست، باید فورا توبه بکنه آدم، استغفار بکنه و خداوند مطالبن توبه بندگانش را قبول میکنه. و دیگر این ورع و تقوا و پشیمانی سبب میشود که دیگر آدم دنبالش نرود. توجه هستید؟ اگر کسی این ورع را نداشت، ترس خدا را نداشت که او را از حرام باز دارد، از حرام باز دارد، به ناموس مردم تجاوز، به مال مردم تجاوز و دروغ گفتن، غیبت، الا ماشاءالله. خلاصه این خصلت اول. خصلت دوم، و خلق یداری به الناس. اینه که آدم باید این خصلت را داشته باشد، اینه که اخلاقی داشته باشد که با اون اخلاق با مردم مدارا بکند، با مردم برای برخورد شایسته داشته باشد، این چنین اخلاقی داشته باشد. و حلم یرد به جهل الجاهل. و دیگر این که بله، یک حلمی داشته باشد، یک چی میگن در فارسی، آدم بتواند غضبش را فروکش بکنه، ناراحتیش را تحمل بکنه. یک وقتی جهل جاهل از یک انسان نادان، یک خطای شما، جهل الجاهل یعنی خطای یک انسان نادان، همسر شما یک چیز را نفهمید، خطا کرد، درسته؟ شما گفتید لباس را اتو بزن، او آمد لباس را سوزان، درسته؟ شما گفتید برنج بپز، او برنج آمد سوزان. شما گفتید چایی درست کن، او زد آتی کرد، مثلا یک چیز دیگر آورد که اصلا به چایی نمیخوره. خلاصه یک انسان نادان یک خطا میکنه، یک چیز را بلد نیست بیچاره. شما بهش کامپیوتر دادی که این کامپیوتر را مثلا روشن بکن، او زد کامپیوتر را شکست. همسر شما یا فرزند شما یا پسر شما، او یه انسانه که بلد نیست، یک چیز را اشتباه میکنه. یا مثلا از روی نادانی یک وقت به شما حرف بدی زد، یک چیز اشتباهی گفت. خب خلاصه انسان باید این حلم را داشته باشد که غضبش را فروکش بکنه و با برخورد نرم، با عفو با او برخورد بکنه. بله، حدیث بعدی، حضرت قرآن ناطق امام صادق علیه السلام از سید المسلمین امیر المؤمنین علیه السلام روایت می فرماید: ثلاث من ابواب البر. سه چیز از دروازه های نیکویی هست، دروازه های نیکی، دروازه های خوبی. این دروازه های نیکی، این سه خصلت هست: سخا و نفس، که آدم سخی و طبع باشد، سخی و نفس باشد. ولی در راه خدا برای اولادم، که آدم زن اولادم که پول خرج میکند که اونها در آسایش باشد، این هم از چیه؟ این هم از سخای نفسه، این هم نزد خدا محبوبه. خلاصه در راه خدا آدم در راه حلال سخی و نفس باشد، پول خرج کند. و طیب الکلام، و کلام خوب بگوید، کلام شایسته، کلام خوب، اینکه فحش بگوید. و صبر علی الاذا، و اینکه در اذیت، در برابر اذیت صبر تحمل آدم داشته باشد.
بله، همسر آمد به شما یک حرف ناشایست گفت یا لباس شما را اتو نکرد، شما در اونجا صبر تحمل داشته باشید، نه اینکه شما در مقابل اون دیگر شما قیامت و محشر را برپا کنید. بله، این سه خصلت. خیلی خوب دوستان عزیز، این کتاب وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تألیف شیخ حر عاملی رحمه الله، جزء 12، چاپ مؤسسه آل البیت علیهم السلام. در اینجا صفحه 169، باب استحباب العف، این که آدم عفو بکنه. آخر ما پرسیده بود که چی حقوق زوجه را بیان میکنید. این که آدم عفو داشته باشد در خانه، عفو داشته باشد در منزل، از خطای همسر بگذرد، دیگر محکم نگیرد که حالا قیامت توقع نداشته باش که ایشان هیچ وقت خطا نکنه. همونطوری که شما خطا میکنی ایشان هم خطا میکند، چی خیلی از چیزها رو شما نمیدانی، خیلی از چیزها رو ایشان نمیداند، فراموش میکند یا عمدن بعضی وقتا لاسه طبیعت بشر در این دنیا خطا که سر میزند. حدیثه، این حدیث را ببینید که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند علیکم بالعفو، بر شما واجب است که عفو بکنید. عفو بکنید، ببخشید، بگذارید یک کسی به شما بدی کرد دیگه در مقابلش معرکه نکنید. همسر شما یک جای مثلا یک با او همیشه برای ابد قهر نکنید یا بر او غضب، عفو بکنید، بگذارید، بگو بخشیدم تو را از برای خود، هیچ اشکالی نداره، ایرادی نداره. لباسم، پیرهنم سوختاندی، خواستی اتو بکنی سوختاندی، این پیرهنم من خیلی دوست داشتم، مثلا این کامپیوتر رو گفتم روشن بکن تو زدی اصلا شیشه شو شکستی. این تو اصلا چگونه آدمی تو؟ این قد نمیدانی کامپیوتر شیشه شو چرا شکستی؟ درسته نه؟ شما گفتی که من میخوام برم حمام آب گرم مثلا میخوام، ایشان آوردی یک سطل آب سرد در اونجا سرمای زمستان اونجا، حالا شما لخت در حمام ماندی با اون آب سرد چیکار بکنی؟ خلاصه هر وقت که کسی با شما جفا کرد یک اشتباهی رو سر زد، علیکم بالعفو، فان العفو لا يزيد العبد الا عزا، فان العبد عفوا لا يزيد العبد الا عزا. عفو یک خاصیتی دارد که بخشش فقط به آبروی خود شما اضافه میکنه. بله، فقط آبروی شما، عزت شما، احترام خود شما بیشتر میشه. هیچ وقت این چنین نیست که شما عفو بکنید و شما چیز رو از دست دادی، خطای دیگران که بگذری، همیشه این چنینه که به آبروی شما، به عزت شما، به احترام شما در چشم دیگران اضافه می شود. و تعافو یعزکم الله، پس همدیگر را ببخشید، همدیگر را عفو بکنید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر این کار را، با چقدر کلمات سار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه اعجازی دارد، همدیگر را ببخشید، خداوند متعال به شما عزت میدهد، عزت میده. این روایت را ببینید، حضرت قرآن ناطق امام باقر علوم النبیین علیه السلام فرمودند که اون زنی که در خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا در حوالی خیبر یا در مدینه بوده، به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک گوسفند را، بره را این گرفته بود، چیکار کرده بود؟ زهر زده بود قرآن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اون زن را آوردن پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله، اون زن یهودی را. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به او گفتن که چرا این کار را کردی؟ چرا به من زهر دادی؟ بله، اون زن گفت ان کان نبیا لم یضره و ان کان ملکا ارحت الناس منه. گفت که اگر تو پیغمبری، من میدانم که این زهر به تو ضرری نداره، و اگر تو یک پادشاه هستی، پیغمبر نیستی، به دروغ میگی پیغمبرم، خب من دیگر اون وقت میمیری از دنیا و من مردم را از دست تو راحت کردم. فعفا عنها، فعفا رسول الله صلی الله علیه و آله عنها، پس پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون زن را بخشید و از او هیچ گونه زهر داده بود. این قدر خطای بزرگ و اون چیزی هم که گفت مثلا که اگر تو پیغمبر بودی به تو ضرر نمی رسید، این چیزی نیست که پیغمبر باشه کسی او با زهر نمی میره. پیغمبر را هم اگر شما با شمشیر بزنید نستجیر بالله شهید می شود. بعضی وقتا امکان در انسان مؤمن را هم شما زهر بدی اون نمیره، خدا حفظش بکنه. این کدام چیزی نداره، این چنین قاعده ای نیست. خلاصه اون زن یهودیه از پیش خودش یک حسابی کرده بود، این حسابش باطل بود، حسابش باطل بود و شاید اصلا دشمن بوده، اصلا این حرف را گفته از روی بهانه گفته، معلوم نیست که راست گفته. خلاصه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون خانم را بخشید. حضرت قرآن ناطق امام باقر علوم النبیین علیه السلام میفرمان الندامت علی العفو افضل و ایسر من الندامت علی العقوبه. ندامت
پشیمانی بر عفو آسان‌تره، بهتره. آدم عفو بکند پشیمان بشود. از این که شما عقوبت بکنید، جانب مقابل را فحاشی بکنید، بعد پشیمان بشوید. درسته؟ یک کسی خطایی کرده، شما در برابر خطای او، بله، مثلا همسر شما خطایی کرد، کمربند رو بگیر یا چوب رو بگیر، ایشان را ادب بکنید، بعد پشیمان بشی که اشتباه کردم. خب این پشیمانی، این را مقایسه بکن با کدام پشیمانی؟ شما ایشان را عفو کردی. حالا فرضاً بکنیم بعداً پشیمان بشی، کدامش آسان‌تر؟ این پشیمانی که آدم عفو میکند پشیمان میشود، این بهتر از اون پشیمانی که آدم عقوبت میکند و پشیمان میشود.